و الان ارتباطمون با پسر خوب فوتبال ایران علیرضا جهانبخش برقرار. آقا با شخصیت فوق‌العاده به لحاظ فنی و دوست داشتنی و آینده دار. آقای جهانبخش سلام، شبت بخیر و خسته نباشی. سلام و عرض ادب خدمت شما آقای فردوسی پور و همه بینندگان محترمتون. ممنونم از همه این تعریف ها و قطعا اینا مسئولیت منو خیلی سنگین تر میکنه، ولی خب خیلی ممنونم. و حالا همجوری که گفتید یه مقدار پرواز طولانی بود، ولی بازم خدا رو شکر میکنم که این شانس داشتم که جلوی دوربین شما باشم، با مردم کشورم صحبت کنم و در خدمتتون هستم. آقا فکر میکردی آقای گل بشی؟ آقای جهانبخش با بهونه هافک این همه گل زدن، 21 گل، حالا مثلا 12 تا پاس گلت اوکی، اون میگیم به حال خیلی خوب آمار فوق العاده، ولی 21 گل زدن تو لیگ هلند اول فصل، فکر میکردید همچین پایان خوشی برات داشته باشه؟ نه خب واقعیتش رو بخواید، من تو این مدت هم تو همه مصاحبه هم تو هلند گفتم که خیلی انتظار این مسئله رو نداشتم، چون اینکه به عنوان بازیکن کناری معمولا از من انتظار دارن که پاس گل بدم، و خب چیزی بود که من از اول فصل واقعا این هدفم بود که بتونم تو دادن پاس گل حالا جزو بالای جدولی ها باشم. ولی خب از طرفی هم خب قطعاً به عنوان بازیکن خط جلو گل زدن همیشه قشنگه، همیشه به چشم میاد، و میگم سعی کردم که خیلی مهم باشم برای تیمم، سعی کردم هر بازی مثمر ثمر باشم. و از طرفی هم امسال فکر میکنم آزادی عملم تو زمین خیلی بیشتر بود و همه اینا باعث شد که خب تعداد گلام هم افزایش پیدا کنه. و راستش بخوام این هدف اصلیم نبود، ولی خب یک زمانی رسید که به این نتیجه رسیدم که میتونم تو این رقابت رو ادامه بدم، چون اینکه خب فورواردهای خیلی خوبی، شماره نوهای خیلی خوبی تو لیگ هستن و قطعا کار سختیه، ولی من تلاشمو میکنم هر بازی که بتونم مثمر ثمر باشم، بتونم گل بزنم. و خب خدا رو شکر این اتفاق افتاد و این تو دو سه تا بازی آخرم خیلی حساس تر بود، خیلی مهمتر بود، و خدا رو شکر تونستم که این روند خوبو ادامه بدم و به این مهم دست پیدا کنم. اکثر عمل مردم و رسانه ها چطور بود؟ ما تو بخش لژیونرا داریم که بلافاصله بعد از مسابقه کفش طلا رو بهت دادن، بعد مصاحبه همه دوربینا اومدن سمتت، اکثر عمل مردم چطور بود؟ رسانه ها اونجا چطور برخورد کردن؟ خب خدا رو شکر کنم خیلی مثبت بوده، چون میگم تو سال به سال شرایطم خیلی بهتر شد تو باشگاه نسبت به حالا این مراحلی که گذروندم. سال اول حالا یه شرایطی بود که با مسئولیت به باشگاه اومدم و یه مقدار سخت بود، و سال دوم سعی کردم سال بهتری داشته باشم، هم از نظر عمل کردی هم از نظر مهم بودم برای تیم. و خب امسال یه هدف خیلی بزرگتر داشتم که بتونم هم از نظر آمار گلزنی و پاس گل و هم از نظر مهم بودن تو تیم بتونیم فوتبال خوبی بازی کنیم و با تیممون نتیجه بگیریم شرط بهتری داشته باشم، که خدا رو شکر بازم که به این اهدافم تونستم برسم. فصل طولانی بود، فراز و نشیب یه مقدار بود، ولی سعی کردم که تا جایی که امکان داره تو اون مسیر رو تو اون شرایط خوبم بمونم، حفظش کنم. و خدا رو شکر وقتی که با این شرایط بهترین بازیکن فصل شدم و آقای گلی ختم میشه، با اون خستگیم در میره و میگم اون حسی که بعد بازی از همه هوادارامون گرفتم، فکر می‌کنم تو این 4-5 سال تو فوتبال هلند نگرفته بودم، به خاطر اون ارتباطی که باهاشون برقرار کردم و سعی کردم همیشه اون ارتباط خوب باهاشون حفظ کنم، بازیکن خوبی باشم براشون و بتونم فقط فوتبال بازی کنم و با فوتبالم بتونم خوشحالشون کنم، که فکر می‌کنم یک مقدار به این هدفم نزدیک شدم. امروز توی چند وقتی هست توی رسانه ها صحبت از علاقه ناپولی به تو خیلی جدی تر شده، حتی دی لورنتیس گفته آقا من یه بازیکن گرفتم تموم شده کار باهاش، 20 گل هم زده، تمام کدایی که داده به تو ختم میشه. جدیه داستان ناپولی؟ خب راستش بخوام یه مقدار سخت راجع به این مسئله صحبت کنم، چون اینکه
خب مسئولای باشگاه فکر می‌کنم بودن تو استادیوم و بازی‌ها رو دیدن، ولی اینکه چه مقدار پیش رفتن برای حالا صحبت‌ها یا حالا اتفاقایی که قرار بود پیش بیاد پیش بره رو خیلی در جریانش نیستم، چون راستش رو بخواید نه با مدیر برنامه‌هام نه با باشگاه با هیچ کدوم صحبت نکردم راجع به این مسئله، به خاطر اینکه دوست داشتم هدفم رو بازی‌ها بودش، دوست داشتم بازی‌ها رو به خوبی تموم کنم و بعدش یه تایم خیلی بلندی هستش که بتونم به قدم بعدیمو راجبش فکر کنم، چون اینکه میگم سال قبل فصل خیلی خوبی پشت سر گذاشتم ولی امسال خب فصلیه که فوق‌العاده بهتر بود و خدا رو شکر فکر می‌کنم این آمادگی رو الان دارم که قدم بعدیمو بردارم و اینو اعلام کردم که دوست دارم که قدم بعدیمو بردارم، دوست دارم که توی شرایط بهتری خودم محک بزنم و امیدوارم که این اتفاق بیفته. آخر بازی جوی با تماشاگرها خداحافظی کردی دیگه، این تماشاگرها هم قشنگ باید خداحافظی کردن، اینا همه آمادگی اینو دارن که حالا راستش بالا الان بگو دیگه ناپولی چند درصده حداقل اینو میتونی بگی؟ نه واقعا نمیتونم نه درصدی بذارم نه چیزی، چون اینکه نه صحبت جدی شده نه آفری از باشگاه به حالا دریافت شده و واسه همین خیلی حرفه‌ای نیستش که بخوام راجعش صحبت کنم یا بگم که چند درصد یا چه جوری، ولی میگم فکر می‌کنم که اتفاقای خوبی داره میفته تو این هفته‌های آینده و ان‌شاءالله که میگم تو این مسیرم بتونم یه قدم خوبی قبل از جام جهانی خوبی رو داشته باشم. این اتفاقا میگم قبل از جام جهانی رخ میده یا بعد از جام جهانی؟ این هم نمیدونم راستشو بخواید، چون اینکه الان تنها چیزی که میدونم اومدم تعطیلات و میخوام که مقدار استراحت کنم و بعد انشالله صحبتایی داشته باشم و ولی خب به باشگاه اعلام کردم که همونجوری که گفتم میخوام که قدم بعدیمو بردارم و هم باشگاه هم هوادارامون واقعا اینو درک کردن، اینکه گفتن که قطعا دوست داری که قدم بعدی تو برداری و به عنوان یه فوتبالیست هر فوتبالیست یه روزی میاد و یه روزی میره و قطعاً من به آزاد اومدم که پیشرفت کنم این مراحلمو پیش ببرم و بتونم قدم بعدیمو بردارم و فکر می‌کنم به خاطر همین الان تایم خوبی باشه برای این مسئله و میگم تمام هدفم اینه که ان‌شاءالله یه انتخاب خوبی داشته باشم و بتونه شرایطی باشه که بتونم این روند خوبو رو به جلو رو ادامه بدم. و تو این تعطیلات زبان ایتالیایی هم یکم تمرین می‌کنی یاد بگیری؟ خب بد نیست که آدم یه زبون بیشتر یاد بگیره. آره ایتالیایی یا یه زبون دیگه میشه. آره ایتالیایی یاد بگیر، چون هلندی که خیلی خوب ماشاءالله صحبت می‌کنی، بزن به تخته انگلیسی هم خیلی خوب و حالا ایتالیایی هم یاد بگیر، بد نیست به درد می‌خوره. تو آقای گلای لیگ هلند تو دورهای قبل رو می‌شناسی؟ می‌دونی کیا چه بزرگانی توی لیگ هلند آقای گل شدن؟ به عقب‌تر برگردیم فکر می‌کنم روماریو رو می‌دونم، سوارز رو می‌دونم و بازیکنایی که قطعاً جزو بهترین بازیکنای دنیا هستن. ولی قطعاً این 4-5 سالی که تو فوتبال هلند بازی کردم و همه‌شون رو می‌شناسم. رونالدو برزیلی بوده، فانیستروی بوده، خیلی بازیکنای بزرگی بودن که قبلاً فانیستروی بوده و دنیس برکمپ بوده و خیلی بازیکنای بزرگی بودن. آره شما ماشاءالله بهتر از من. نه اینا همه‌شون، یعنی من الان فلش بک نزدم. اینا میگن اینا همه‌شون بزرگای بودن، یعنی تو ابتدای مسیر بزرگ شدن خودشون آقای گل هلند شدن، یعنی روماریو، رونالدو برزیلی، خودت گفتی رود فان نیستلروی، سوارز، برکمپ و همه‌شون شدن ستاره‌های یه قولای فوتبال شدن. یعنی مسیری که تو داری طی می‌کنی یه مسیر خیلی روشن هست، حالا انشاءالله که این اتفاقات خوب باید رخ بده. اون برای قضیه حتی ناکامون وینسن یانسن بود، بازی کنه تو لیگ هلند بود، رفت تاتنهام ناکام شد، ولی این برای قضیه، ولی اینقدر نشونه های مثبت در تو دیده میشه که همه الان انتظار دارن آقای ناپولی به تو بری کنار مرتنز و بری کنار کایخون و بری کنار اونا یا بری کنار یه سری بازیکن بزرگ فصل بعد لیگ قهرمانان بازی کنی و قطعاً قوارت در این حد هست. علیرضای عزیز خیلی ممنونم. آره خب قطعاً چیزی که من از اطرافیام میشنوم و از مردممون میشنوم، حتی تو هلند طرفدارای خودمون و حتی طرفدارای تیمای دیگه خیلی موقع شده که بهم گفتن اینه که خب قطعاً خیلی دوست دارن که یه قدم خوب من بردارم، یه شرط خیلی خوب. و یه نکته که خیلی خیلی واسم قابل ارزش بود تو این مدت این حس خوب و این ساپورتی که از طرف مردم ایران گرفتم و همیشه واقعاً حمایتم کردن، همیشه انرژی مثبت بهم دادن تو این مسیری که داشتم و این آخرها هم که برای آقای گلی بودش
واقعا ازشون ممنونم و میگم همه اینا انتظاراتو میبره بالاتر، ولی خب من قطعا سعی میکنم که این مسیر خوبو ادامه بدم. و از طرفی هم میگم قطعا انتظارها بالاست که من یه قدم خیلی بزرگ بردارم، ولی خب شما فینسنو یه مثال خیلی خوب زدید. میخوام که یه شرایطی باشه که تو این مسیری که دارم رو به جلو باشه، قطعا میخوام یه باشگاهی بزرگتر از باشگاه آزاد باشه، یه مسیر رو به جلو باشه، ولی این که بخوام یه قدم خیلی بزرگ بردارم که حالا خدای نکرده بخواد یه مقدار لغزش ایجاد بشه، چیزی نیستش که خودم راجعش فکر کنم راستشو بخواید. و دوست دارم خیلی با تومنینه یه مقدار با یه حس بهتر بتونم قدم بعدیمو بردارم که بتونه این مسیر رو برای من هموارتر کنه. و اون بازی آخر سر گل زدن و پاس ندادن با کاپیتانتون، کاپیتانی که ویکهرسته، با اون قشنگ به هم پاس نمیدادید بخواست خودتون آقای گل بشه، یه همچین رقابتی بود، یکی دوباره عدس اندیکی شاکی شدید. آره خب این تو فوتبال طبیعیه و حالا این بازی آخر یه مقدار بیشتر به چشم اومد، ولی خب خیلی بازی ها شد تو این فصل که این شرایط بودش و خب خیلی موقع اون ناراحت میشد و خیلی موقع من ناراحت میشدم، ولی خب این بازی آخر خب چون که من تو سر جدول گلزنان بودم یه مقدار حساسیت رو بیشتر کرده بود. و حالا قبل بازی هم همه بچه های تیممون به خود من گفتن که میخوایم بهت کمک کنیم که آقای گلی رو نگه داری و همه کار میکنیم که این اتفاق برات بیفته. اینم یه اتفاق خیلی خوب و مثبت بود برای خودم که شرایطم به چه گونه ایه تو بچه های تیم، این که چقدر این ارتباط خوبمون هستش و واسه همین این حس خوب و این اعتماد به نفس از بچه های تیممون گرفتم و باعث شد که فصل رو اینجوری تموم کنم. ولی خب از طرفی هم خب به عنوان یه مهاجم نوع قطعا مهاجمونم دوست داشت که گل بزنه. من فکر میکنم نصف گلایی که زده پاس گلاشو من خود من دادم، واسه همین یه بازی رو نمیشه خیلی چی میگن قضاوت کرد، ولی خب میگم تو فوتبال این چیزا طبیعیه. و این بازیکن تیم آژاکس آخر چیه؟ حکیم زیخ، زیش، زیاه، چیه فامیلشون مراکشیه؟ اون از همه بیشتر پاس گل داد، نذاش آقای پاس گل بشی، ولی جام جهانی فکر میکنم جلوش میتونی جبران کنی. آره حکیم زیخ و بازیکن خیلی خوبیه و تو سطح خیلی خوبی داره بازی میکنه و امسال واقعا جزو بهترین های لیگ بود. و من حالا تو این مدت هم خیلی موقع شد گفتم حالا راجب جام جهانی خیلی ها راجب پرتغال اسپانیا صحبت میکنم، ولی مراکش تیم واقعا خوبی داره، کیفیت خیلی خوبی دارن، دو سه تا بازیکناش دارن هلند بازی میکنن و همه بازیکناش دارن تو سطح خوب اروپایی بازی میکنن. و میگم نباید این تیما رو دست کم بگیریم و میگم حکیم هم بازیکن خیلی خوبیه، فکر میکنم جام جهانی خیلی خوبی داشته باشه، ولی از طرفی هم میگم من به عنوان بازیکن تیم ملی هر وقت که این شانس بهم برسه که بتونم بازی کنم تمام انرژیمو میذارم و قطعا میخوام که این روندی که تو باشگاه داشتم تو تیم ملی بتونم ادامه بدم انشالله. خیلی ممنون علیرضای عزیز، شما میدونم یه پرواز 5 6 ساعته رو داشتی و خستم هستی و اصلا قرار نبودم چه مسابقه انجام بشه، من دیگه وقت تو خیلی نمیگیرم، انشالله بعداً سر فرصت سر برنامه ویژه جام جهانی حالا چه اینجا چه تو روسیه با ارتباط برقرار میکنیم. اگر صحبتی داری بگو که صحبتتو بشنویم، صحبت پایانی تو. ممنونم از شما آقای فردوسی پور و میگم بازم جا داره که از همه مردممون تشکر کنم به خاطر این حمایتایی که از من داشتن، از پدر و مادرم، از خانواده‌ام و همه کسایی که بهم نزدیک هستن که هفته به هفته بهم انرژی مثبت دادن و هفته به هفته بهم این انگیزه رو دادن که من میتونم به این مهم دست پیدا کنم، میتونم نماینده خوبی برای ایران باشم. و میگم تمام این مدت تمام تلاشم این بوده که بتونم به عنوان یه جوان ایرانی استعداد فوتبال ایران اونجا نشون بدم، چون اینکه واقعا حق بچهای ما بیشتر از این چیزاست. خیلی دوست دارم بچهای بیشتری از ایران به اروپا بیان و واقعا وقتی پرچم ایران رو تو استادیوممون میبینم و به عنوان یه ایرانی میتونم به این مهم دست پیدا کنم، واقعا یه افتخار بزرگه برای خودم، چیزیه که واقعا میتونم بهش ببالم. ولی خب میگم چیزی که این مدت یه مقدار واسم سخت‌تر بوده اینه که با این همه استعدادی که ما داریم متاسفانه بازیکن کمتری تو اروپا داریم. امیدوارم که تو این سالهای آتی و مخصوصا بعد از جام جهانی این اتفاق بیفته. و در آخر هم این که میگم خیلی خیلی خوشحالم، خدا رو شکر میکنم که تونستم به این عنوان خیلی خوب برسم، امیدوارم که بتونم
این روند خوب رو ادامه بدم، بازم پرچم ایران رو بالا ببرم و با امید خدا لبخند روی لب مردم ایران بذارم. خیلی خیلی ممنون علیرضا جهانبخش عزیز، از دوستان عزیزی که خیلی کمک کردن ارتباط تصویری با کیفیت خیلی خوب برقرار بشم تشکر میکنم.